خیلی خوش اومدید. مرسی، تشکر که تشریف آوردین. کلاسی که امروز داریم در واقع راه اندازی یک سری کلاس. سلام، چطوری؟ خوبی؟ سلام. کلاسی که امروز داریم در واقع راه اندازی یک سری سرورهای خیلی وب سرورهای خیلی سریعه. خب؟ که در واقع میشه سوپر فاست وب سرور. این یه اسم سوپر فاست وب سرور، یه اسمیه که خودمون ساختیم. یه سری تکنولوژی ها وجود داره. خب مثلا ما تا الان هر چقدر سرور نصب می‌کردیم سرورهایی بودن که به صورت معمول بهشون میگیم لمپ سرور، آپاچی و در واقع لینوکس و پی اچ پی و اینا. اینا یه سری معضل دارن، خوبه چون در واقع تا جایی که ما نیاز داریم اینا توسعه پیدا کردن، مثلا آپاچی چون خیلی قدیمیه. من یه اعتقاد دارم میگم که اگر آپاچی نبود هیچ وقت لینوکس اینقدر پیشرفت نمی‌کرد، واقعا اینقدر پیشرفت نمی‌کرد. خب الان ما می‌خوایم در واقع تو این کلاس یه دونه لمپ سرور، نه لمپ، یه دونه لمپ سرور اجرا کنیم، ولی خب با یه سری تکنولوژی های جدید. یه مثال براتون میذارم که الان برای چی ما میخواییم در واقع از آپ در واقع انجینیکس به جای آپاچی استفاده کنیم. همون جور که میدونین آپاچی در واقع پروسس بیسه، برای هر در واقع سشنی که به وجود میاد یه پروسس تولید میشه که پردازش اینجوری میره بالا، خیلی میره بالا اینجوری. ولی در واقع انجینیکس چون ایونت بیسه میتونه مجموعه چندین در واقع بازدید و یا اون سش دیدی وقتی هاست میخریم میگه که محدودیت این هاست 10 با مثلا در 10 بازدید در لحظه است. این همینه، اینا رو دارید، فورکرا و اونجور چیزا رو داریم تعیین میکنیم. بعد از این ما اینجا انجینیکس تحمل در واقع بازدید بسیار تا 100 هزار کاربر رو در واقع داره با حداقل در واقع کارهایی که ما ازش میخواییم بکشیم. مثلا شما با 1 گیگرمی که از آپاچی میخواییم استفاده کنین، شما با 512 میگرم میتونین همون کارهایی آپاچی از انجینیکس بگیرین. 512 تا خالی میمونه، میتونین خیلی کار اینجا انجام بدین. خب این از این دیگه زیاد وارد مباحث در واقع مقایسه نمیشیم چون یه بحث خیلی گسترده‌ای داره برای خودش. اینجا که آپاچی ها هستن، ولی الان آپاچی مثلا شما ببخشیم انجینیکس یکی یه موزلی که داره به صورت دیفالت از HT Access که میتونی رولامون رو توش بنویسین پشتیبانی نمیکنه. من بیام اینور شما بهتر منو ببینید. خب باز راه حل هست برای این موضوع که در واقع یه سری راه حل های مثلا تو HTTP هم بشیم میگیم یه سری هک وجود داره که در واقع HT Access رو ساپورت کنه انجینیکس. من میتونیم رولامون رو اونجا بنویسیم. این یکی. الان ما برای چی میایم به جای PHP تو این در واقع سناریویی که داریم به جای PHP ما میخوایم از HHVM استفاده کنیم. اصلا HHVM چی هست؟ یه زمانی فیسبوک میخواست یه دونه دیتا سنتر خیلی بزرگ در واقع دوباره بزنه، خب چون سروراش دیگه در واقع تحمل این همه بازدید و این همه پردازش رو نداشتن. برنامه‌نویسای اونجا یه ایده دادن، هنوز اجرا نشده بود، گفتن ما میایم کامپایلر فیسبوک، کامپایلر PHP از اول می‌نویسیم که رو GCC در واقع نوشته شد. یه اتفاق خیلی بزرگی افتاد اینجا، 60% در واقع پردازش PHP زبان در واقع پردازشی سنگینه، 60% پردازش PHP کمتر شد. خیلیه، شما مثلا یه سرور یه رک خیلی خوب دارین مثلا با این رم 60%ش خالی بشه، خب مطمئنن دیگه نیاز به دیتا سنتر نداره. حالا ما تو اپتیمایزایی مثلا که انجام میدیم، قبلا که هارد SSD نبود، خب میخواستیم که مثلا وردپرسی که الان میخواییم نصب کنیم، میخواستیم چون نگاه کن شما هر کاری که توی وردپرس انجام میدین، حتی ابزارکارم که یه درگ اند دروپ میکنه تو دیتابیس شما به صورت 0-1-2 به صورت ID ثبت میشه. این کار پس اینجا در واقع ریکوست های زیادی میاد سمت دیتابیس. می اومدیم چه کار میکردیم قبل هارد SSD ها؟ می اومدیم کش MySQL میذاشتیم رو رم، اینجوری سرعت لود خیلی بالا میشد. الان که SSD اومدن دیگه نیاز نیست این کارو انجام بدیم، رو خود SSD لود میشه، سرعت کافی هم داره. اینجوری یه خورده در واقع کارای رممون میومد پایین چون فضای بیشتری رم میگرفت. ولی مثلا شما به جای 4 مثلا به جای یه دونه CPU در واقع 4 کور 3 و 2 بخوای بگیری، اون موقع 2 کور میگرفته، خیلی کارت راحت انجام. الان دیگه نیاز نیست. الان چیزی که میخوایم الان نصب کنیم، ما در واقع انجینیکس و پیج اسپید رو با هم دیگه از سورس میگیریم، دانلود میکنیم. خب وقتی که از گیتاب گرفتیم دانلود کردیم، کامپایل میکنیم، کانفیگش انجام میدیم، HHVM، MySQL، وردپرس رو میاریم بالا. یه سری تیپ های امنیتی اگه وقت بشه کار میکنیم، ولی خب ما بقیه تیپ ها تو اینترنت هستن، میتونید الان تیپ های اپتیمایزی، تیپ های در واقع سرعتی اینا رو هم تو اینترنت پیدا کنید. فعلا فقط یه نصبی رو با هم میریم.
البته این نصبش هم خیلی ترابل شوتینگ داره. خب جان دست گله در نکنه، مرسی ازم جانم. آره نگاه کنیم، ما برای پی اچ پی مثلا الان یه دونه پی اچ پی اف ام هم داریم دیگه، خب که اون در واقع سی جی آی داره، کیش سرور خودش داره کار انجام میده، اچ اچ وی هم تمام اینا رو که داره، هیچ تازه اون 60% هم براتون آره اوکی میکنم. میدونی فرق اصلی اچ اچ وی ام با پی اچ پی اف ام چیه؟ تو اینه که تعداد ریکوست نزدیک 14000 در واقع ریکوست بیشتر از پی اچ پی پی اف ام میتونه، سلام علیکم، میتونه در واقع تو اون لحظه ای که در واقع مثلا پی اچ پی پی اف ام مثلا 8000 تا الان اون روز داشتم 8000 تا در واقع ریکوست میتونست تو اون لحظه پردازش کنه، این نزدیک 18000 تا مثلا. خب خیلی اختلاف خیلی زیاده. ما اولین کاری که در واقع توی سرور میخوایم انجام بدیم، الان ما یه دونه جان باشه اینم خاموش بود. اولین کاری که باید انجام بدیم یکی بحث آپدیتی حتما انجام بدیم توی اوبنتو. معمولا وقتی وی پی اس میخنی اگر DN ممکنه وقت آپدیت بزنی یه سری خطا براتون بیاد، مثلا وی پی اس های سمت OVH وقتی میگیرین میگه که آپدیت نمیشم، این به خاطر اینکه اون هاست نیمتون رو باید تنظیم کنین، ممکنه سری در واقع ما هاست نیم معمولا خودمون رو DNS های گوگل ست میکنیم لوکالمون رو دیگه میاد بالا، مشکلی نه اگه همچین مشکلی داشتین. خب یه دونه آپدیت میتونیم بگیریم، گرفت این از خب ما یه سری دستور اینجا آماده کردیم. خب این سری دستورات رو میخواییم با همدیگه کار کنیم اینجا، نبینین خیلی همه ترسه بگیم تا فردا طول میکشه، نه. خب اولین کاری که میکنیم بیایم در واقع یه دونه بکاپ از آپدیتمون بگیریم، در واقع اون ریپو هایی که میخواییم انجام بدیم یه دونه کپی میتونیم بگیریم، از کجاست؟ توی ATC در واقع apt source یه دونه کپی میگیریم دوباره یه دونه کپی گرفتیم، اوکی که داشته باشن اگر مشکلی پیش بیاد در واقع بتونید شما به راحتی برگردید. یه دونه دایرکتوری وقتی که میخوام انجینیکس رو نصب کنم در واقع یه دونه دایرکتوری بفرمایید، یه دونه دایرکتوری باید در واقع بسازیم براش که بخوایم کار کنیم. این دایرکتوری معمولا توی روت میتونیم بسازیم برای خودتون، توی روت با یوزر روتی که وقتی میایین بالا امکا دی آی آر میکنین در واقع مثلا حرام اینجا ما یه بخش کامپایل داره، کامپایل قبلا انجام دادیم چون نزدیک 35 دقیقه کامپایل اون سورسمون طول میکشه دیگه، انجامش دادیم که منتظر نمونیم. خب امکا دی آی آر وقتی کنیم میایم در واقع یه دونه سی دی میکنیم توی اینجا. خب کار بعدی که میخوایم انجام بدیم در واقع یه دونه انجینیکس از سورس بگیریم، ما در واقع یه دونه ما یه دونه پوشه اضافه اومدیم، چهار تا فایل با اینجا داشته باشین. خب این چهار تا فایل، یکی این جیزده، یکی این دی اس سی، اینا رو باید داشته باشین حتما چون سورس الان گرفتیم، هم سورس رو با هم دیگه از اینجا به بعد کامپایل کنیم. خب سورسی که الان گرفتیم، خب چه کار میکنیم برای کامپایل؟ میبینین که در واقع اینجا این فایل هایی که بهتون گفته بودم اینجا کاملا وجود داره. خب الان ما سورس در واقع اینجا انجینیکس رو داریم، خب الان میخواییم ماژول پیج اسپید رو بهش اضافه کنیم که بعد کامپایلش کنیم. من اینو
در واقع کپی کنم برای شما. خب یه پوشه‌ای داره به اسم دبیان، یه پوشه‌ای هست به اسم ماژور. اینجا وارد میشیم، اون نصب در واقع فایلی که نیاز داشتیم دانلود کنیم. خب اون فایلی که نیاز داشتیم اینجا میزنیم برای اینکه دانلود بشه. این از سایت گیتاب میگیره. خب این از این. خب اینجا ما اومدیم در واقع اینو گرفتیم به صورت دیفالت. سرور آنزیپ رو خودشون ندارن، خب ولی وقتی که build-dev رو بزنیم به همراه انجینکس اینا هم براش نصب میشن، ولی الان ما نصب اونو نصب نکردیم. اینجا اگر اشتباه نکنم که باید آنزیپ رو داشته باشه. خب این از اونجا خب اینجا ما در واقع اومدیم اینو آنزیپ کردیم. الان نگاه کنین، ما یه پوشه اینجا در واقع اضافه شده به اسم NGX Page Speed Master، همون فایلی بود که از گیتاب گرفتیم. خب الان اینو باید رینیمش کنیم، چون بعضی از پریفیکس هایی که میخواد بخونه به این آدرس دیفالت میخونه. خب این از این. پس این در واقع رینیم رو باید حتما انجام بدید، چون بعدا توی در واقع توی کامپایل کردنتون امکان داره که خیلی طول بکشه، یا بعضی از ارورا مثلا در یه آپدیت بتای انجینیکس داره، خب یه سری مشکلات الان اینجا هست. مثلا یه دونه فایل بشو نوشتن خود سایت شما داخل در واقع پیج اسپید خود گوگل، وقتی برین یه جا زده اتوماتیک، یه جا زده در واقع به صورت منوال نصب کنه. اتوماتیکی که میزنید میبینی همه چیزو براتون کامپایل کرده اوکیه، ولی خب هیچی بالا نیست، به خاطر اینکه توی دایرکتوری دیگه گرفته. باید بیای کانفو در واقع پیج اسپید رو توی کانفیگ انجینیکس آن کنی و یه سری کار اون کاملی سر تو اون در واقع کامنده تو ورژن بتا است. ما میایم دستی این کارو انجام میدیم. خب الان میام سی دی میکنم. الان میخوایم چک کنیم. الان ما ماژولی که در واقع نیاز بود و برای انجینیکس رو گرفتیم، الان خود اون پیج اسپید رو میخوایم بریزیم تو ماژول که بتونه کار کنه. اوکی این از این. یه فایل دانلودی دیگه هم داریم اینجا. این فایلی که در واقع این خود اون فایل است، خود اگه اشتباه نکنم 8990 مگابایت است، این خود پیج اسپیده. این قبل اون قبلی که گرفتیم یه سری کانفیگ بوده، خب برای انجینیکس که بتونه شناساییش کنه. این خود در واقع پیج اسپیده که گوگل ساخته. پیج اسپید شما روی ویندوز هم میتونید نصب کنید، ولی توصیه میکنم کلا رو ویندوز در واقع این چیزها رو استفاده نکنید. حتی HHVM که بعداً هم میگیم باز میتونین در واقع روی ویندوز نصب کنید. یکی از دوستان ما یه کارگاهی داشت چند وقت پیش، اومده بود یه سری در واقع یه وب سرور به همین شکل کلا رو iOS آورده بود بالا، ولی وقتی که مثلا پرفورمنسش رو مقایسه میکردم حدود مثلا 10 میلی سکند اختلاف داشت. خب این خیلیه تو هر بازدی. اینو دانلود میکنیم. نه تو هر بازدید زیاد میشه اون موقع. خب فایلی که دانلود کرده اسمش کجاست؟ اینجاست. حالا بعدا میخوایم پیداش در واقع دیگه نیان LS بگیرید اسمش رو بالا مینویسه براتون. خب
اینجا کاری که می‌خوایم انجام بدیم در واقع بیایم یه دونه رول اضافه کنیم به در واقع به این ماژول. خب رولی که می‌خوایم اضافه کنیم یه رولی که به در واقع انجینیکس می‌فهمه که همچین ماژولی وجود هست، در واقع یه فایل کانفیگه. ما انجینیکس تقریبا 4 تا در واقع اکستنشن ورژن داریم، فول داریم، کور داریم، لایت داریم و یه ورژن دیگه که الان حضور ذهن ندارم. 4 نوع ورژنه که هر کدوم یه سری خاصیت‌های خاص خودشو داره. مثلا فول تمام خیلی از در واقع ماژولایی که نیاز باشه رو برای خودش داره، میدونه سی جی آی برای خودش داشته باشه، میتونه یه سری کشای خاص خودشو داشته باشه، یه سری جی زی پای اتومات در واقع بهینه شده خاص خودش هم داشته باشه. اینجا دایرکتوری که ما می‌خوایم در واقع استفاده کنیم میشه توی الان ورژنی که وجود داره میبینین کامندهایی که من قدیم نوشته بودم در واقع در برای ورژنهای قبل بوده. خب الان ورژنی که اومده این ورژنه در واقع باز هنوز بتاه، خب استیبلش هم نیست. استیبلش اگه اشتباه نکنم میشه 1.9. اون خیلی مزیت داشت ولی این یکی خیلی ویژگی داره، سرعت باز اینجا خیلی بهتر شده، تحمل خطاش خیلی بیشتر شده تو این ورژن. برای بتاش هم برای روز به روز که داره در واقع هر روز سری آپدیت های جدید هم برای خودش داره. تو پوشه دبیان وقتی که رد هتیا رو نصب کنی براتون میزنه، در واقع اون نسخه رو میزنه به جای دبیان، همون نسخه ای که فعلی دارین رو براتون میزنه تو قسمت رول. خب اینجا اینا رو دستگاه اون ما بهتون گفتن یه سری اکستنشن ورژن داریم. خب این در واقع انجینیکس کامون رو باید حتما نصب کنیم. مثلا ما میخوایم انجینیکس فول رو بعد نصب کنیم، خب این انجینیکس کامون رو باید نصب کنیم، انجینیکس فول هم باید نصب کنیم. خب اگه بخوایم لایت نصب کنیم باید کامون رو نصب کنیم، لایت هم نصب کنیم. کامون یه چیز ثابته باید باشه. اون خطایی که میخوایم بنویسیم اینا میشن رولای شما. خب اون رولی که در واقع مطابق با اون اکستنشن ورژنی که نصب کردیم. اون کورف بهتون گفتم یه دونه کور داریم در واقع اینجا، یه دونه لایت داریم، میبینین اینجا در واقع برای ما اسماشو زده. هر کدوم از اینا مثلا شما لایت رو نصب کردی بعد میای رولتو تو کور مینویسی، اجرا نمیشه. ممکنه این هست که تو کامپایل ازت خطا بگیره. ما میخواییم برای فول باشیم، قبل از اینکه کامپایل کنیم ما برای فول باشیم بنویسیم. خب رولی که میخواییم بنویسیم چینج لاین، میبینین اینجا اونایی که در واقع نسخه اونایی که دبیانی ان، خب اونایی که دبیانی ان اگه استیبل استفاده نمیکنه اینجا که براشون در واقع بعد از این میزنه آن استیبل و این جور چیزا. هیچ کدوم از اینا رو پاک نکنین، بعد از و قبل از پرانتز اصلا فاصله نذارین، چون باز توی بیشترین خطاهایی که توی در واقع کامپایل پیدا میشه توی نوشتن همین چنج لاگ و اون رول است. حالا باز رول یه مورد الان برمیگردم بهتون میگم. اینجا میزنین داش پیج اسپید، اوکی اینجوری. بعضیا حواسشون نیست میان این بین در واقع یه فاصله میذارن، باز اون خطا میگیره براتون. برگردیم من یه چیز کوچیکم بهتون بگم، هر وقت که میخواین رول بنویسین سعی کنین رول پیج اسپید و اون رولی که الان اضافه، مثلا من 10 تا ماژول نصب کردم هم رولاشو اضافه کنم، رولا رو سعی کنین وسط های این رولا بذارین. الان تجربه گفته که بهتر عمل میکنه، اون ترابل شوتینگتون کمتر میشه. خب ما اومدیم در واقع توی فول هم گذاشتیم، میبینین اینجا همشون یه دونه در واقع بک اسلش داره. خب ولی آخریه رو نباید بذارین، اگر برای آخری بک اسلش گذاشتین خطا میگیره. اوکی سینتکسش اینجوریه. آره مثلا منتظر میمونه دقیقا. خب
اینو همیشه حواس این فاصله ها رو حواستون باشه. این از این رممون اجازه نمیده روی این وی پی اس این کار رو انجام بدیم، شاید هم بیشتر طول بکشه. یه دایرکتوری ما دیگه داریم. خب برمیگردیم، وقتی که این دستور رو بزنید، خب میاد برای شما. البته این دستور رو باید کجا بزنید؟ باید بک بگیرین، بازم میگیرین، میایین کجا؟ میایین تا برسین به اونجایی که بود تو دایرکتوری اولی وقتی گذاشتیم که در واقع اپگیت سورس انجینیک سورس رو برامون گرفت و اون چارتا فایل اون پوشه، اونجا باید در واقع اینو کامپایل کنیم. اگه توی دایرکتوری دیگه باشیم بهتون خطا میده کامپایل نمیکنه، چون از اینجا مستقیما فایلایی که یکی اون چنج لاگ اول میخونه، خب یکی اون رولر رو که ببینه بخواد ماژول براتون کامپایل کنه باید بخونه. میان اینجا در واقع این دستور رو اجرا میکنه، شروع میکنه براتون کامپایل کردن، سی آر رو کامپایل میکنه، کانفیگار رو براتون انجام میده. خب این طول میکشه، حالا برای ما بک میگیریم. چندین فایل بهتون میده اینجا، اون کامونا و فولا و لایت هایی بود که با هم دیگه در واقع مرور کردیم. میبینید یه سری، ما الان وقتی که اون تموم شد در واقع یه سری فایل های داددبی بهتون میده اینجا. خب این داددبا رو در میبینید اینجا پیج اسپید براتون گذاشته به خاطر اون پیج اسپیدی که توی چیج لاگ نوشتیم، این به خاطر اون. اگر رو نمی نوشتیم اینجا براتون نمی ساخت. خب الان ما باید کدوم ها رو نصب کنیم؟ الان میخوایم ببینیم اصلا هست نیست. یه دونه دی پی کاجی میگیریم، خب الان ما فقط اون انجینکس کامونه برامون نصب. خب ما میخوایم چی رو نصب کنیم؟ الان کجا رول گذاشتیم؟ توی فول. خب در واقع ممکنه از هر کدوم دو تا باشن. خب اونایی که اینجوری در واقع انتهاشون اینایی که دی بی جی خورده رو اصلا نصب نکنیم، خب برای کارهای دیگه. اینایی که در واقع انجینکس فول بعد مال پیج اسپیده که داره، خب در واقع ورژن اونجور چیزها رو نوشته. خب چی؟ برای چی؟ بسیار عالی شد. حتما. خب اینجا که اومدیم در واقع فایل ها رو نصب کردیم، الان در واقع میخوایم پیج اسمی داره الان اینجا با هم دیگه فعال کنیم. خب ما یه تستی بگیریم. خب آی پی که اینجا داریم، این کامپیوترهای قدیمی خب دیگه کلی طول میکشن بدونه بروزر را میکنم. خب میبینیم که الان در واقع اجرا نشد. ما میبینیم که اجرا نشد. فولم نصب شده. خب ما واقعا کامند رو باید بزنیم. یه دونه پوشه در واقع برای اضافه فعال کردن انجینیکس اینجا یه دونه پوشه باید اضافه کنین، چون به صورت دیفالت توی در واقع این قسمت وقتی بریم توی ا
پوشه رو بسازیم یه لحظه پرمیژن بهش بدیم. حالا این فایل ها که گذاشتیم اینجا بچه ها یه لحظه ببخشید. خب بازم اشتباه نشد. اینجا ساختیم برای اینکه در واقع بتونیم کش پیج اسپید و ماژول پیج اسپید رو فعال کنیم، باید بتونیم این دوتا فولدر رو بسازیم که اینا رو ما ساختیم. اوکی؟ یه پرمیژنه که در واقع یوزر و گروه با بهش بدیم اینجا که ما اینجا آره باید بیاد بالا دیگه. اوکی این از این از این پوشه رو باید بسازین که اون کشاتونو بتونه تو فسی جی آی و در واقع برای اینا بتونه انجام بده. اوکی این از این. یه سری کانفیگ دیگه توی در واقع خود انجینیکس باید اضافه کنین که اون پیج اسپید آن بشه. وقتی که میخواید جی زیپ آن کنین یه خط اضافه میکنین، می‌نویسین جی زیپ آن در واقع سیمیکالون می‌ذارین فعال میشه این خط. تو اینا رو باید بدون کوچکترین تغییری در واقع چی شد؟ آره متاسفانه. خب که ما اینجا اضافه کردیم. بعد از بلوک چی میذاریم؟ بعد از این بلوک میذاریم؟ خب جای دیگه قشنگ یه خط زیره در واقع این بلوک باید اینو اضافه کنیم. خب وقتی بعدم ذخیرهش میکنیم. حالا دستور بعدی که میخواییم باهاش کار کنیم بیاین اینجا در واقع تو این خط اینجا باید در واقع اون پیج اسپیده رو باز تو هدر رو اینجور چیزا فعال کنیم. کجاست؟ این تو بلوک سرور میشه، اون تو یه بلوک دیگه بود، این تو بلوک سرور. قشنگ یه خط در واقع یه خط بعد از در واقع بلوک سرور باید اینو اضافه کنیم. خطی بالا پایین اگه بشه یا سیمیکالونی هم نداشته باشه مطمئنم ایراد میگیره از این قضیه. خب الان در واقع ما بخوایم HHVM رو نصب کنیم. HHVM چی بود؟ HHVM یه سری در واقع یه کامپایلر جدیده برای PHP که بودن 60% اپتیمایز داره نسبت به کامپایلرهای قدیمی. اینو باید نصب کنیم. یه دونه کیه که باید اون کیه رو داشته باشین. خب الان ممکنه بعضی کیا فرق کنن تو جای مختلف میگیرین در واقع اون کیه فرق کنن. حالا ما این کیو داریم. خب این کیو حالا در واقع تو خود HHVM یه دونه کی بهتون میده، تو اوبنتو یه دونه، تو سوزه که میخواییم بگیریم باز یه کیه دیگه داره. خب کیا متفاوتن. کیا رو نصب میکنین، بعدش هم در واقع این ریپوها رو، حالا ما ریپوها رو اضافه کردیم. خب اوکی هم ریپو رو در واقع با اد ریپوزیتوری میتونی نصب کنی. همین که بیاین در واقع توی سورس دات لیست بیاین اونجا به صورت خطی اضافش کنین کار کنه. فقط یه چیزی دوستانی که اول میخوان انجینیکس و بویل داش دو نصب کنن یه سری در واقع ریپو وجود داره که SRT ان. خب حالا حتما دیدیشون ریپوهای SRT ها. وقتی که میخواییم بولدش دو و نصب کنی نصب نمیشه برای اولین بار، باید بیاین این SRT ها رو آن کامنت کنیم. خب که در واقع بتونه بولدش دو و نصب کنه. بولدش دو و نصب کنی خیلی از تورزایی که نیاز باشه برای کامپایل و در واقع مثل اون در واقع آنزیپ و اینا رو براتون همه رو نصب میکنه. یه دونه خب
HSBM رو وقتی که نصب کردین خب میخواییم تستش کنه ببینیم دیگه کار میکنه کار نمیکنه چجوریه. معمولا که میایم در واقع یه سری فایل PHP میسازیم، یه دونه مثلا PHP info میسازیم که بهمون میگه که دقیقا انجام. خب ولی خب قبل از اینکه اون کار کنیم یه سری تنظیمات خاص خودشو در واقع HSBM داره که بیاد در واقع کانفیگای مورد نیازش رو به صورت دیفالت اجرا کنه روی اون سیستم. خب که این کامندش میشه دیگه، این update dash rc dash d که یه چیز دیفالت در واقع توی اوبنتو میتونی استفاده کنی و اون سینتکسی که مد نظرمونه به این صورت نوشته میشه. اینم اگر بخوایم بعد در واقع کل این دستورا رو میذاریم رو سایت در واقع داشته باشیم بتونیم هم نصب کنیم. ما این لوکیلمون هم که متاسفانه مشکل داره، یه دونه فست سی جی آی خود HHV هم یه دونه فست سی جی آی داره مثل PHPFM که فست سی جی آی خودش داره، این هم داره ولی این خیلی قوی تر از اونه، خیلی قوی تر از اونه. توی در واقع شاخه USR share HHVM فکر کنم اون درست نصب نشد. به احتمال زیاد کیشو میخواد. جانم؟ این یعنی این لوکیل دهن من رو سامنه همیشه میاد جلو رو. خب الان اون فستی جی های خودمون رو فعال میگه در واقع نشد. یه دونه در واقع ما باید آپدیت داش آر سی داش آر سی نمیگیره متاسفانه. من نیستش چون باید توی دیفالت بسر بشون واقع و وقتی که دیفالت میزنیم چشویه ما هم نصب کرد ها؟ نه خب باید نصب بشه دیگه. خب یک کار کنیم، من فکرم کانفیگش رو چون قبلا انجام داده بودم. خب اینجا باید بیارش به احتمال زیاد.
الان آپدیت کار نمیکنه دوباره با اینکه یه چشمی هم نصب شده ولی کار نمیکنه. لوکیل رو فکر کنم جلوشو میگیرم. خب دوست الان وقتتون رو و این در واقع آپدیت داش آسی داش تی اچ بی ام دیفالت رو باید بزنین خب که اون کارتی که اولیتون رو بیاره. الان روی جی پی اس در واقع کار نمیکنه درست. بعد فست جی آی دات اس اچ رو میزنید که بتونه در واقع فست جی آی شما رو آماده کنه برای اجرا. یه در واقع یه سری تنظیمات دیگه هست خب شما بتونین ما شما توی در واقع ETC Nginx جانم؟ آره واقعا خب بچه جیزیپای بود که بهتون گفته بودم میتونیم توی در واقع جیزیپ چه کار میکنه برامون میاد الان فایل های CSS در واقع GSی که داریم و برامون فشرده میکنم که خیلی هم تعداد ریکوست همون پایین میره. شما مثلا توی جی تی متریکس وقتی که سایتتون رو میزنید مثلا دیجیکالا رو که میزنید 72 تا ریکوست داره با اینکه اینقدر سایتش بزرگه. خب اینا اومدن همه رو در واقع با هم کامباین کردن و فشرده شده و ممکنه چند تا CSS رو در واقع یه فایل های جی اس توی یه دونه لینک فراخونی بشه. وقتی که ریکوستاتون کمتر بشه مطمئنا سرعت بارگذاریتون هم بیشتر میشه. از اینجا در واقع میتونیم فعالش کنیم. چشمی یا جای دیگه میگیر اضافه کردین بعدش چشمی میتونه نصب میکنین بعدش با در واقع آپدیت داش آر سی اونو نصب میکنین کانفیگی که مورد نیاز اون سیستم رو براتون میذاره. الان مثلا ما وقتی که آپدیت رو میزنیم باید اون دایرکتوری هایی که مد نظرمونه رو بسازه که نمیسازه. الان یه مشکلی الان بود وقتم کنا 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداره. خب من براتون کلا توضیح بدم اینو تو دایرکتوری در واقع ور /www.html اونجا میتونید در واقع دایرکتوری دیفالتتون رو توی انجینیکس اونجا میتونید یه فایل در واقع php بسازین که وقتی که لود میکنید بدونید که php تون هست یا نیست که با در واقع hvm-v باز میتونید در واقع ورژن php تون رو بیارین یا خود php-v. خب الان اوکی بعد از اون که میتونید ماریا در واقع دیتابیستون رو نصب کنین ماریا دی بی تون رو نصب میکنین که فقط برای ماریا دی بی تون یه سری دستورات ساده هست که در واقع به این صورت create database wordpress اسم در واقع دیتابیس یوزر نیم پسوردش اینجا میسازیم و پریویلیج بهشون میدیم که بتونن کاراشون رو انجام بدن. توی برای نصب وردپرس هم که دیگه یه دونه وردپرس میگیرین توی یه فایل کانفیگ داره وردپرس خب به اسم wp-config-simple خب اینو سیمپلش رو برمی‌داریم وقت این تنظیماتی که اینجا تو مای اسکوئر تنظیم کردیم براش می‌ذاره تو لوکال هاستش می‌ذاریم که لوکال هاست یوزر پسوردش هم می‌ذاریم و به صورت دیفالت
توی engineX.com یه دونه تو خط کانفیگه که بهتون گفتم مهمه، توی بلوک در واقع سرور، توی بلوک سرور بعد از HTML بعد از ایندکس index.php اضافه میکنیم که به صورت دیفالت بتونه index.php رو برای شما بیاره. مثلا میزنیم که sfd.com برامون اینجا در واقع index.php رو بخونه بیاره. اولین صفحه‌ای که براتون میاره نصب دیتابیس در واقع کانفیگ دیتابیس خودشه، نصب میشه میره. من معذرت میخوام این شکلی شد، دستون در نکنه. مرسی.